خیلی انتقاد از شما از خانم ناوک، نمیدونم چرا. شما دوست دارید به انتقادات پاسخ بدید یا نه؟ خب من اولین مرحله میشنوم، بعد انتخاب میکنم که جواب میدم یا نمیدم. از فرد انتقاد پذیری هستید شما؟ بعضی وقتا که ببینم که حس کنم، بعض موقع مثلا بعضی انتقادا رو نمیخوام بشنوم. من نمیتونم بگم انتقاد پذیرم یا نه، باید ببینم که اون مسئله چیه در عمل ببینم. خب نه، میدونید بحثی هست که یه کوچولو بعضی ها، حالا من شناخت آنچنانی رو شما قبلا نداشتم، یه کوچولو بعضی ها اومدن به من تو دایرکت گفتن فلان، بحث تخریب شخصیتی نیست، بحث انتقاد. من شخصا، یا من اصلا شغل من انتقاد، من کار دیگه بلد نیستم. شما انتقادتو بکن، بله ببین گر در خانه کس است یک حرف بس است. اگر اون جایی که باید، بعضی وقتا تا یک اشاره میتونه یه انسان رو تغییر بده. شما اینکه از اول بخواید از من تضمین بگیرید که زیبا ناوک آیا من حرفایی که به شما میزنم، انتقاداتی که میکنم میپذیرید، من این تضمین رو نمیدم. اول میشنوم بعد ببینم چی. البته حالا بریم جلو. بعد ضمناً اگه به تو کوچولو اعتراض کردن خیلی خوشحال باش. الان یه سری جریاناتی هستن که اصلا میرن، حالا خیلی هم واقعا متاسفم براشون، میرن از آیدیای فیک، از پیجای فیک حرفای اونا رو بر میدارن، به اسم من انتشار میدن، بعدن هم میگم بیاید اینو ریپورتش کنیم. مردم هم که نمیدونن چی هم، ولی خب حالا به هر حال ما که گفتیم هر کس هم آزاد هر کاری بکنه، برن انجام بدن ببینیم چی میشه. خب حالا سوالاتتو بپرس. اول در رابطه با صحبت هایی که شده، هیچ کدومشون هیچ سند و مدرک درستی به من ندادن، ولی ما میتونیم انتقاد کنیم، شما هم میتونید، نه شما، هر کسی دیگه میتونه از منم انتقاد کنه. من از عادتی دارم از خدایی که آفریدتون انتقاد میکنم. تا حالا اون سیدالی که بزرگ حکومت رو غصب کرده، مملکت رو آتیش کشیده، من شغل من اصلا انتقاده، کار دیگه بلد نیستم اصلا، فرقی هم نداره، خورده برده ما هیچ کس ندارم. اولین انتقاد که روک میکنم، از هیچ سندی هم در دست من نیست بگم، خدای نکرده. یه سری صحبت های چند نفر برای من فرستادن، و یه سری صحبت های راجع به پیشینه شما و چگونگی خروج از کشور شما، و یه سری اتهام های زدن، من نمیدونم تا چه حد صحت داره یا نداره. اینکه شما با صحبتی که قبلا کردی گفتید من برای سفارت خونه ایران تو فلانجا ایمیل زدم یا نامه زدم یا هر چیزی، این رو برداشتن که شما با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی یا با اصلا جمهوری اسلامی رابطه خوبی دارید. خب حالا سوالتون چیه؟ اینه که آیا رابطه خوبی دارم؟ آیا اصلا نظر شما راجع به جمهوری اسلامی چی هست اصلا؟ ببینید من در رابطه با مسائل حکومتی، حکومت‌های مختلف، مسائل سیاسی وارد نمیشم، به خاطر اینکه من موقعی نظر میدم که بتونه این نظر من جان داشته باشه و تاثیرگذار باشه. من الان نه مسائل سیاسی رو دنبال میکنم، نه مسائل در یه اندازه دنبال میکنم، در رابطه با به خصوص مسائل کرونا و یه سری چیزا رو دنبال میکنم، ولی این که بخوام شما الان تو پیج من برید، من بحثای سیاسی ندارم و مخالف، بگم که مخالف جمهوری اسلامی هستم، نه مخالفش هستم نه موافقش هستم، نه بر علیهش کار میکنم نه بر چی میگن به نفعش کار میکنم. من بزرگترین کاری که بتونم بکنم اینه که در حیطه زندگی خودم و روابط خودم کارهایی رو که میخوام انجام بدم، اون ایده هایی که دارم در همون زندگی خودم پیاده کنم. چون من 5 سال زندان بودم و توی 6 سال از زندگیم رو کمونیست بودم، بعدن هم 10 سال از زندگیم رو مدافع جمهوری اسلامی بودم، به این نتیجه رسیدم که واقعا عقب نشینی کردم از مسائل سیاسی، چون دیدم یه سنگیه که بزرگه، سنگ بزرگ برداشتنم علامت نزدنه. و من اون موقعی که حتی رفتم زندان، در رابطه با مسائلی تو این کتابم نوشتم،
خب کارهای حرفایی میزدیم، حکومت میخواستیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، نمیدونم ما اولین جریانی بودیم مرگ بر خمینی رو شعار دادیم، نمیدونم فعالیت های مختلف و فلان اینها. بعد که رفتم تو زندان، تازه من تو زندان فهمیدم، خیلی هم جریانات سیاسی من رو فهمیدم و هم خودم رو بیشتر شناختم و گیواب، سیستم گیواب رو به عهده گرفت. سیستم گیواب یعنی انصراف دادن. من در واقع رسیدم به جایی که دیدم که بزرگتر از تواناییم و بیشتر از تواناییم حرفایی رو زدم که باید این حرفامو در واقع به قول معروف موقعی بزنم که جان داشته باشم. برای همین الان در جواب به سوال شما، من با جمهوری اسلامی، اگر از طرف جمهوری اسلامی با من تماس بگیرن، من الان نمیدونم شما کدوم طرف هستید. من الان بوده توی پیج من یک کسی اومده از طرف جمهوری اسلامی بوده، گفتم خب بیا شما، من با شما کار دارم. یکی بوده شاه دوست بوده، یکی بوده بهایی بوده، یکی بوده نمیدونم شیطان پرست بوده، یه انواع هر کسی. من با افراد کار دارم فعلا، در حد این که بتونم از حکومت ها حرف بزنم من در اون حد نیست، ولی با افراد مختلف. اگر کسی الان اطلاعاتی باشه بیاد خونه من میگه بگه من اطلاعاتی هستم، میگم هستی که هستی، تا موقعی که من تو رابطه با تو و شخصیت تو، برخوردهای تو ایرادی نبینم، مسائلی رو نبینم و تو به من ضربه نرسونی، من با تو ارتباطم رو ادامه میدم. این در رابطه با همه هسته. شما 5 سال زندانتون رو مربوط به دهه 60 بودید؟ بله، من سال 1360 آبان 60 دستگیر میشم، شهریور 1365 آزاد میشم. حزب توده بودید؟ آره. نه، من طرفدار اتحاد مبارزان کمونیست سهند که اول بود، بعدن الان حزب کمونیست کارگری اینهاست، در اون رابطه بودم. نه، حزب توده نبودم. باز میخوام اگه اشتباه نکنم، اشتباه شاید شنیده باشم، نه نمیدونم، شما تصدیق کن، شما شوهرتون رو تو این زمینه اعدام کردن اون زمان؟ بله، شوهر من بعد از من دستگیر شد، 4 ماه بعد از من دستگیر شد و اعدام شد. بعد از حدود یعنی من که آبان دستگیر میشم، علی اسفند دستگیر میشه و خرداد 1361 علی اعدام میشه. یعنی با این بلاهایی که سر شما اومده الان براتون فرق نمیکنه مثلا جمهوری اسلامی باشه، یه مامور امنیتی وزارت اطلاعات به شما تماس بگیره یا به در خونتون در بزنه، به عنوان یه شخص، به عنوان یه انسان اصلا بخواد مهمونتون، یعنی هیچ کینه از جمهوری اسلامی شما به دل ندارید؟ من کینه از همه دارم. درسته، سوال خیلی خوبیه. من از همه کینه دارم، به خصوص بالاترین کینه من از خانوادمه. ولی من کینم رو و حس در رابطه با این مسئله انتقام و حسای کینه و انتقام هم دوست دارم، به خاطر اینکه مکانیسم دفاعی من هستم. وقتی که من یک چیزی در وجود من نابود میشه و بود من به خطر میفته، این مکانیسم حمایتی انسان به قول معروف با حس انتقام و کینه در انسان به وجود میاد، تحریک میشه و این به کار میفته. پس من هم یه انسان طبیعی هستم و این کینه و اگر بگم کینه ندارم یا بخشیدم، نه اینجوری نیستش که من افراد رو بخشیدم، اصلا بخشش برای من یک معنای دیگه ای داره. اما چگونگی برخورد به این کینه و انتقام رو در طول زمان یاد گرفتم که به جای اینکه با فحاشی، با حرافی، با شعار دادن، با اسلحه، با مبارزات تشکیلاتی باشه، من این رو بنیادن در مبارزم با فرهنگ شده و معتقدم که در درون هر کدوم از ما یک رژیم جمهوری اسلامی هست. برای همین یک کلیپی دارم که چرا من رژیم با جمهوری اسلامی مبارزه نمی کنم. شما نگاه کنید الان یه تقریبا حدود یه هفته یه گروه های تشکیل شده تو همین گروه تو اینستاگرام
واقعا ما اصلا از بچه ها که توی یه سری گفتن از داعش هم بدتره. خب شما فکر کن که فقط به خاطر این که حالا چه چیزایی رو با من دارن، چه مسائلی با من دارن، این که مثلا میخوان که به هر طریقی با هر شیوهی که شده منو از بین ببرن مثلا. خب حالا پیج من از بین ببرن، البته این کارو بارها انجام دادن، خیلی کسا انجام دادن، من بارها هک شدم، من بارها یوتیوب های من، ایمیل من، فیسبوک های من، همه اینا از بین رفته. خب مبارزاتی که اینا دارن میکنم، خب من این مبارزات رو قبول ندارم به خاطر اینکه نقطه ضعف انسان میدونم. من اگر باز علی زارعی میخوام مبارزه کنم، حالا ایشون شاه دوست ضد جمهوری اسلامیه، من اصلا طرفدار جمهوری اسلامیه، فکر کنیم از این حرکت کنیم، من باید بتونم چنان برخوردی رو باش داشته باشم. وهله اول فرهنگ گفتگو، وهله اول اینکه ما بتونیم این ارتباط واقعی رو برقرار کنیم. من اگر تونستم تو رو به جایی برسونم که تو از من دفاع کنی. دفعه پیش ما اولین برخوردمون بود، درسته؟ بله. خب یه ارتباطی ایجاد شد، خب من اصلا تو رو نمیشناختم، ولی خب نوع برخوردات، نوع صحبتت باعث شد یه ارتباط اولیه ما با هم پیدا کنیم. من اصلا نه دیدگاه سیاسی تو میدونم، نه مسائل زندگی تو میدونم فلان، ولی یه نقطه آیکی بین ما ایجاد شد. خب من اگر خیلی خیلی هنرمند باشم، این آیک خودم که مثلا بگم 10% فرض کنیم که به 1% به 10% خیلی زیاده، 1% به علی زارعی نزدیک شدم، بتونم در این صحبت خودم، در این اینترویوی خودم، در این لایو خودم این 1 به 2 برسونم، کار بزرگی کرد. مگر نه الان بشینم اینجا من اونم که رستم بود پهلوان اینجا بشین شعار بده فلان کن بهمان کن، بی نتیجه است. برای همین من موقعی حرف میزنم ضد، اگر جمهوری اسلامی خواستم ضد شرط بزنم، ضد آمریکا، ضد کسای جریانات مختلف حرف بزنم، که وقتی یک حرف زدم این حرف با جامعه عمل بپوشونه. وگرنه الان از صبح تا شب ما میدونی تو همین اروپا چقدر اپوزیسیونایی داریم که شب میشه سیگار میکشن، مشروب میکنن، شب سرنگون میکنن رژیمو، صبح دوباره رژیم هستش، دوباره ما اینا براشون شده بازیچه. من توی این سیکل وارد نمیشم. آرماناتون چی پس؟ آرمانهای من، بله، آرمانهایی که من دارم، اولش اگر من بتونم، من توی زندان متوجه شدم و اینجا هم یه توی همین این کتاب زندان منه، بعد نوشتم چقدر خوشحالم که افتادم زندان. اگر من نمی افتادم زندان، این تحولات، این تغییراتی که در من اتفاق افتاد نمی شد. برای همین من ممنونم. من اول فهمیدم باید خودم رو بشناسم قبل از اینکه دنیا رو تغییر بدم. ببین علی، من اگر نتونم امروز من یه کار کوچیک، مثلا الان دارم آب درمانی انجام میدم، مثلا الان 4-5 ماه دارم یه دوره 40 روزه آب درمانی متناوب دارم، اگه من نمیتونم یک دونه سیستم غذایی خودم رو تغییر بدم، میخوام بیام رژیم رو تغییر بدم؟ من نتونستم خانواده خودم که از گوشت و پوست منن، پدر مادر من باور به من داشتن، یعنی میگفتن انقدر این معصومه، منو میگفتن چون هیچ مثلا دروغ نمیگه، نمیدونم هیچ وقت یه سری کارهای چیزایی که از کوچیکی حالا از من داشتن، مامانم میگفت اینقدر با گوشت و پوست، بابای من میگفت تو از کدوم سیاره ای؟ من نتونستم اونا رو به سمت خودم جذب کنم. من الان تحریم شدم سوال هاست. من مطبم رو از دست دادم، ثروتم رو از دست دادم، موقعیتم رو از دست دادم، محبت رو از دست دادم، دیدار همه چی رو از دست دادم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خواستم حرفم رو بزنم. من نتونستم اونا رو به سمت خودم جذب کنم، میخوام رژیم عوض کنم. پس باید بفهمم، قبول کنم که ضعیفم، پس بردارم یه سنگ رو بردارم بکنم سنگ 1 کیلویی رو 2 کیلو، 2 کیلویی رو 3 کیلو، به اندازه تواناییم دهنم رو باز کنم. وگرنه آرمان من ایران، ای جهان، ای نمیدونم فلان، اینا از اینا زیاد میشنویم. بادکنکی، کف 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 روی آب.
من ترجیح میدم سکوت. مبارزه مسلحانه هم داشتید؟ من مبارزه مسلحانه رو قبول داشتم. خوشبختانه خوشبختانه من دستگیر میشم و خوشبختانه، چون واقعا اعتقاد داشتم و زمان سال 60 ما با کوموله، حزب کوموله، کوموله رو که میشناسید شما، حزب کوموله در کردستان، ما گروه ما با کوموله متحد شد. خب و من مسئولیت بالایی داشتم، یعنی زیر دست من 25 نفر اینا بودن. خب و من اگر، یعنی واقعا همیشه من میگم کاش من شوهرم رو لو میدادم، کاش اون اعتقادی که 2 سال بعد من گرفت به دست آورد، اعتقادی که پیدا کردم و من مذهبی شدم و این شدم، زینب شدم، کاش همون موقع اولی که اگر، یعنی کاش، حالا میگه من کلمه کاشو به کار نمیبرم، هر آنچه که اتفاق افتاده خیر بوده، ولی اعتقادی که اگر الان داشتم اون موقع داشتم 100% همون موقع لو میدادم. ولی من 2 سال مبارزه کردم، 2 سال و نیم حالا، و بنا به اعتقادی که داشتم. من شوهر من فرار نمیکنه. موقعی که من دستگیر میشم، من خیابون شیراز تهران دستگیر میشم، در نزدیکی خونمون دستگیر میشم. این ما خونمون خیابون آریامهر یا خیابون فاطمی آریامهر سابق، جلوی هتل اینترکانتیننتال بود اون موقع، بعد الان شده هتل لاله فکر کنم. این من اونجا دستگیر میشم، همسایه های ما منو میبینن که من جلو با یه بنز، همین اینا رو تو داستانش اینجا گفتم، خب حالا واردش نشه. به هر حال شوهر من دستگیر میشم، شوهر خواهر من متوجه میشه، برادر من متوجه میشه، شوهر خواهر من همه اینو تو فعالیت های کمونیستی بودن، شوهر من هم متوجه میشه دیگه، چون من ساعت 1 قرار داشتم، من یه جلسه ای داشتم و دست، وقتی منو دستگیر میکنم با یه دستنویسی که توی یه صدری جاسازی کرده بودیم و من سر اون قرار ساعت 1 نمیرسم چون دستگیر میشم، همه رو گفتم. وقتی هم که اون زمانی که آبان ماه بود، به قدری همه جا دستگیری ها زیاد شده بود پشت سر هم، سال 60، سال 60 چند سالته؟ من 40 سال. خب شما ببین، من 60 سالمه، 61 سالمه، به سن تو نمیخوره. اون موقع مثلا فرض کنین که من اون موقع که 20 سالم بود، تو تازه متولد شده بودی. شما جانی رو که دارید میگید بعد از خرداد 60، بعد از خرداد 60 بود که بعدش دوباره یه اتفاقاتی میفته تو سال 60، هی اوضاع خیلی بحرانی میشه. خب ما هم به این نظرات اعتقادات مسلحانه داشتیم دیگه، کم کم داشتیم مسلح میشدیم که با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کنیم. خب حالا چی میشه؟ من آبان ماه دستگیر میشم و توی این فعالیت های مسلحانه وارد نمیشم، در حالی که اعتقاد داشتم بهش. متوجه؟ این لایو حتما بعدا سیو کن چون برای من مهمه، ممنون میشم. خب بعدش من خواهر من فرار میکنه، برادر من فرار میکنه، شوهر خواهر من همه فرار میکنن، شوهر من علی رضایی ترکی، این چون بی نهایت دیوانوار عاشق من بود، این تفرار نمیکنه. مامان من میاد، بعدها مامانم بهش میگه، مامانم برای من وقتی از آزاد شدم به من گفت، گفت ما جلوش پول گذاشتیم انقدر، گفتیم بیا علی تو هم فرار کن، خواهر من فرار کرد، این فرار کرد، این فرار که فرار کردن، تو فرار کن. علی فرار نمیکنه، میگه نه، سیبا زندانه، من تا آخرین لحظه زندگی من از سیبا مبارزه خواهم کرد، یعنی میمونه. این دستگیر حالا وقتی که میمونه مبارزش هم شدید میشه. این 4 ماه که من دستگیر شدم، گروه سهند وارد کار تسلیحاتی مبارزاتی با چیز میشه و کموله. من 2 تا عشق داشتم، یکی علی بود یکی عبدی، هر دوتاشون رو عکساشون، این دوتا رو، هر دوتاشون رو واقعا خیلی دوست داشتم. هر دوتاشون درست توی این مدت وارد این جریانات تسلیحاتی میشن و هر دوتاشون هم با هم اعدام میشن، همشون چیزه خرداد اعدام میشه.
خب من اینجوری چجوری قصر در میرم؟ به خاطر اینکه من هنوز نه اسلحه داشتم نه فلان، فقط ما شعار داده بودیم. خب من میام اونجا دستنوشته های منو که پیدا میکنن از من، متوجه میشن که من تو جریانات کمونیستی هستم. بعدش خب دیگه اون موقع هم انقدر شعبه ها پر بود، پر بود از کسایی که دستگیر میشدن. یعنی ما کم تو تخت تعزیر، تعزیر میدونی چیه دیگه؟ تعزیر اینا که شلاق میزنن. آره. خب اون موقع ما میگفتیم تعزیر، باید تو صف وای میستادی. حالا کیا به ما؟ من همیشه میگم که من پاهای خودمو مدیون مجاهدین هستم، چون مجاهدین اسلحه و نارنجک و اینجور چیزا که داشتن، ما رو دستنویسای منو نجات داد. من 10 تا شلاق خوردم، یه بار قپونی خوردم فلان فلان، ولی این بازجو میگه برش دار، مثلا ببر اونجا، ببر اینجا، مثلا فرض کن من این مهمتره. تخت و اینا کم بود، آدما زیاد، زندانیا زیاد. خب همه رو حالا من اینا رو اینجا نوشتم. ببین مسئله ای که در رابطه با زندان پیش میاد، مسئله من تو اونجا خودم رو از این فرصت یه دختر چیز جا میزنم، یه دختر این که من مخالف حجابم، یه هر کدوم محمل داشتیم دیگه، چون فقط اون چیزای کمونیستی دستشون میاد. من اسم علی رو نمیدم، اسم بچه هارم نمیدم، خودم رو یه دختر معمولی جا میزنم. نه اینکه آدم قوی بودم، اینو اقرار میکنم، من موقعی که شلاغا رو خوردم اونجا فهمیدم که یه انسان ضعیفی هستم. هی به خودم میگفتم مقاومت کن، مقاومت کن، چون من رو 2 بار تعزیر کردم و حالا این داستان تعزیر من حالا بمونه 13 روز شد. ما فقط میخواستیم که زمان بگذره، که اطلاعات بسوزه، چون من سر قرار که نمیرفتم و این کاری بود که ما میکردیم. میگفتیم بچه ها اگر سر قرار اول نیومدیم، فهمیدید که ما دستگیر شدیم، همه اون قرارها رو به هم بزنید که دیگه ما اطلاعاتی نداشته باشیم. این کاری بود که ما تو تشکیلات انجام میدادیم. پس من نه دیگه بچه ها رو داشتم، هممونم با اسمای مستعار بودیم. من برای اسم مستعار من به بالا تشکیلات از بالا مینا بود، از پایین به زیر دستان مرضیه بود. خب این حالا همه اینا رو اینجا نوشتم. من 4 ماه این مسئله باعث میشه و اتفاقات دیگه که وارد ریزش نمیشم، باعث میشه که من در اون شرایط چی بشم؟ منو در واقع قصر در برم از اینکه تحت شکنجه شدید قرار بگیرم. شکنجه میشم ولی نه شدید مثل اونایی که پاهاشون دفرمه شده، مثل نمیدونم فرض کن کسایی که 700 تا شلاق خورده. من دوستی داشتم، یه دختره بود، اون اصلا 7 بار بدنشو از پاهاش عمل کردم. من نه، پای منو عمل نکردم، پای منم دفرمه نشده، چون 10 تا شلاق بیشتر نخوردم. خب اما این ترافیک باعث میشه که من اینو و این دستنویستای کمونیستی منو نجات میده. میگم ولش کن کمونیسته دیگه، حالا مثلا تشکیلات کمونیستی داشته، تسلیحات نداره. سال 60 اینا دنبال اسلحه، نارنجک و چاقو و اینجور چیزا و بمب و اینا بودن. خب اینو بچه‌هایی که تو اون سال 60 هستن میتونن اطلاعات بدن. من اینجوری قصر در میرم، نه اینکه قهرمان بودم، بلکه شانس با من رو میاره. خب من خودم رو اونجا اول زیبا معرفی کرده بودم، بعد از یه مدتی دیگه سیبا معرفی میکنم. بعد از بازجویی بعد در واقع ترس من بود دیگه، چون اسم من اسم خاصی بود، اسم سیبا اسمیه که همه ندارن دیگه. خب این اسم سیبا، به هر حال من اسم سیبا رو میدم ولی اسم شوهرم رو نمیدم، نگفتم ازدواج کردم، چون شناسنامه نداشتم دیگه. خب 4 ماه من هیچ بازجویی نمیشم. خیال من راحت شده بود که دیگه اطلاعات و اینا هرچی بوده سوخته. به بچه هام خودم و یه دختر قرتی جا میزدم، و مگر بچه هایی که تو زندان همدیگر رو میشناختیم. چند تا از بچه های تشکیلاتیم که زندان شدن، که من حتی حلقه ازدواج چیز که داشتم اونجا به یه دختری دادم، الان فکر کنم آمریکاست یا کجاست، عکسشو پیدا کنم، خیلی خوشحالم زنده است. اون تو تشکیلات ما بود، گفته با گیتا بهاری.
گفت من دارم نزدیک، گفتم منو، من فکر نمی کنم منو آزاد بکنن. گفتم که تو اینو، این حلقه منو، من تهدیه می کنم به گروهمون، گروه تشکیلات. گفت من دارم آزاد میشم. گفتم تو اون شرایط تو داری آزاد میشی. حلقه ای که از یه حلقه خیلی ساده داشتم، اونو دادم به گیتا که آزاد شد رفت. حالا به هر حال من در رابطه با شوهرم، شوهر من تو این 4 ماه تو کارهای اصل تسلیحاتی قرار میگیره با حزب کوماله. عبدی قریشی هم همینطور. عبدی قریشی برادر مصطفی صابر هست، از بچه های مسئول سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری که توی کانادا هستش و فلان و نمیدونم ونکوور و ایناست. یه فردیه برای منتها اینا مصلحت اندیشی. من از همه جریانات سیاسی چرا متنفرم؟ به خاطر اینکه همشون به نوعی مصلحت اندیشن. کسی نمیاد واقعا همه اون چیزهایی که بوده مطرح بکنه. به هر حال مصطفی صابر که خیلی ها میشناسنش، برادر عبدی قریشی بود، همون کسی بود که ما با هم دیگه کار میکردیم. من و عبدی و علی، علی شوهر من، ما با هم توی یک رده بودیم. من که دستگیر میشم، به هر حال بعد از 4 ماه شوهر من دستگیر میشه. خب حالا این در رابطه با این جریانات شما خواستید. شوهر من با من وقتی که دستگیر میشه، اینا من همه رو نوشتم. و سوالی دارید بپرسید تا من بعد بگم، یه نفسی بکشم. اگر حریف اونقدر بود باید عقب نشینی کنی؟ چی؟ اگر یه حریفیمون زورمون بهش نرسید، هر جو کم آوردیم احساس کردیم زورمون بهش نرسید، باید تسلیمش بشیم به نظر شما؟ من که اصلا مبارزه نمی کنم کلن، به خاطر اینکه من الان سال هاست که به این نتیجه رسیدم که بزرگترین دشمن من اون افکار و تفکرات ماست. همون حزب اللهی که شما میخواهید از بینش ببرید، من بعدن همون میشم. شوهر اول من، همسر من اعدام میشه، همسر دوم من پاسدار بود. من همون انگشتری که به گیتا بهاری تو زندان دادم به گروهمون ببره، ایران اومدم از زندان که آزاد شدم، تنها چیزی که از جواهرات ازدواج من مونده بود یه حلقه انگشتر الماس نشانه. خب اون گرون قیمت بود، نشاناش خیلی چیز بود. اونو مامان من به من داد، گفتش که زیبا بیا این مال توه. بعد که بعدا هم پشیمون شده بود که چرا به من داده، چون همون روز بردم با یک نامه دادم به دفتر رهبری. اون موقع نمیتونم، خامنه ای هنوز رهبر نشده بود ولی نماینده یه چیز بود و اینا نمیدن. رفتم دادم، گفتم من این انگشتر خودم رو از شوهر اعدامیم هدیه میکنم به جبهه های جنگ علیه باطل. من حاضر بودم برم خودم رو بکشم برای اون زمانی که سیبا بودم، بعدن حاضر بودم خودم رو بکشم برم، تلاش کردم منو بفرستم به جبهه ها. الان هیچ کدوم از اینا رو انجام نمیدم، چون میدونم در تویی که هستی الان داری مبارزه میکنی، همون حزب اللهی هست، همون زیبا ناوک هست، همون من جمع ازدادم. و به اینجا رسیدم که من به جای اینکه مبارزه با تک تک این افراد بکنم، نقاط اشتراکمو پیدا کنم. من حتی با شیطان نمیخوام مبارزه کنم، من میخوام با شیطان ازدواج کنم. معتقدم خدا و شیطان باید با هم ازدواج کنن، نه اینکه با هم مبارزه کنن. اینو پیدا بکنی. من همون حزب کسی بودم که متنفر بودم از این رژیم، به جایی رسیدم که خودم موقعی که خمینی داشت لحظات آخرش در حال احتضار بود، رفتم دانشگاه بالا، طبقه بالای دانشگاهمون، اونجا خوابگاه بودم، انقدر نماز خوندم گریه کردم. اون موقع با جمال ازدواج کرده بودم،
بعدش افتادم رو سجده همینطور. بعد گفتم فقط یک آرزو دارم خدا، هر چی من دارم از من جانم رو بگیر، جان شوهرم رو بگیر، جان بچه هامو بگیر، هر چی داری بگیر، فقط با یک ثانیه نفس خمینی عوض کن، فقط یک ثانیه. من اینقدر افراطی بودم، اینقدر گریه کردم گریه کردم، بعد که بلند شدم از گردن درد بلند شدم، از گردن درد بلند شدم چون رو سجده افتاده بودم، بعد در حالت سجده خوابیده بودم. بعد بلند شدم رفتم پایین دور تختم، صبح بلند شدم تا رادیو رو زدم دیدم، من همیشه صبح زود بلند شدم نماز میخوندم، نمازم نباید قضا میشد. بعد یه دفعه دیدم ساعت 6 باید، این ساعت 5 چرا قرآن میخونه؟ بعد ترس دلم لرزید، ناراحت شدم. بعد گفتم اون ور زدم دیدم قرآن میخونه، این ور زدم گفتم چرا دارید قرآن میخونه با خدا. بعد ترس ناراحت شده بودم، احساس کردم یه خبریه، بعد دیدم که انا الله انا الیه راجعون، بعد فهمیدم که خمینی مرده. خب و اون موقعی بود که درست شب من اون لحظه اونجوری دعا کردم، صبح اومدم، یعنی چند ساعت بعد از این دعای من وقتی به خودم اومدم این اتفاق افتاد. همه رو حالا اینجا نوشتم، میخوام افراطی بودن منو اینجا ببینی. اون زمانی که کمونیست بودم کلمه خدا حافظ رو به کار نمی بردم، میگفتم خود حافظ، گفتم خدا کلمهشو به کار نمیخوام ببرم چون من به اعتقادی به خدا ندارم. این افراطی رو اونجا ببین و بعد بیا ببین در همه من وقتی با من مصاحبه کردن از طریق سایت تاریخ شفایی، یه سایتی بود با من مصاحبه کرد، گفت شما انقدر برهه های مختلف زندگی رو داشتید، یعنی تو الان حزب اللهی ها رو ببینی در من میبینی. من فکر نمی کنم از من معتقدتر به کسی، یعنی دیگه حاضر بودم این کسایی که حاضرن خودشون رو بکشن، دیگه منم حاضر بودم خودم رو بکشم در راه خمینی، در راه خامنه‌ای. میای این ور میبینی اونجا در راه لنین کمونیست. اصلا من شب تا صبح من یادم نیستش که چجوری یه دختر 17-18-19-20 ساله چجوری اون کتاب رو من تا صبح برای مبارزه طبقاتی مارکس رو تموم کردم. و بعد میرفتم تو دهات تو کارگرا، من نمیدونم تا کجا، من باید با کارگرا زندگی کنم، من باید برای پرولتاریا باشم، اعتقادم حالا میبینم اونجا هم اینجوری بودم. ببین هر کدوم از اینا منو ساخته، منو به یه ابعادی از زندگی رو نشون داده. بعد اومدم یه زمانی این انقدر آدم دیدم، انقدر روابط دیدم، بعد هر کی رو نگاه میکرم میدم یه بخشی از منه ها. و اینجاست که انسان اساره خلقته، در ما همه چی هست. پس من با چی بخوام مبارزه کنم؟ با دستم؟ با پام میخوام مبارزه کنم؟ با ناخونم؟ با ابروم؟ با چی؟ تمام این هستی در منه. پس من اگر میتونم آشتی کنم، راهشو پیدا کنم، اینجاست که وقتی تو تراپی و انسانشناسی و روان درمانی رفتم فهمیدم بزرگترین انقلاب باید در من اتفاق بیفته. بزرگترین تغییر رو باید در خودم ایجاد کنم. برای همین مبارزه با کسی ندارم. مثلا من زندان حاج داوود رحیمی رو میشناسم. حاج داوود رو میدونی تابوت ها چیان؟ تابوت ها میدونی تابوت چیه؟ بله. من 4 ماه تو تابوت ها بودم. 4 ماه کی میتونه تصور کن؟ اون زمان من زمانی که کمونیست بودم دیگه این اعتقادو داشتم. خب و تو تابوت ها و تو زمانی که زندان بودم، اینایی که میان میگن زیبا رفته نمیدونم شوهرشو فلان کرده بهمان کرده، من تا 2 سال و نیم سر موزه بودم. چطور منو میبرن تو تابوت ها در سال 1362؟
دو سال و نیم آخرا ایسه من میرم تو تابوت ها. من هنوز کمونیست بودم، من هنوز اعتقاد داشتم. پس حالا بگذاریم شوهر منم تو مدت اعدام میشه چی میشه فلان اونا بمونه، من تمام این داستان رو نمیتونم اینجا بگم، ولی بذارید این آدمایی، حالا فردا هم با سمیرا یه لایف دارم در رابطه با اینکه در رابطه با مشخص میخوام فقط علی صحبت کنم فردا، ولی الان در رابطه با خودم صحبت میکنم با تو، یه بعد دیگه است. ببین حاج داوود رحمانی مسئول زندان بود، مسئول تابوت ها بود، ما 100 تا دختر بودیم اول، ما رو میبرن تو اون تابوت ها جعبه ها که چنین شکنجه‌ای که بود صداش میپیچه و خود رژیم سیستم زندان تغییر میکنه، حاج داوود رحمانی و لاجوردی اینا رو برمیدارن. حالا بمونه تو اون 100 نفر من بودم، یکیش من بودم. خب ولی همین حاج داوود رحمانی سر جریان، من سر حاج داوود رحمانی خیلی تاوان دادم. میگه چرا؟ چون بهش به همه گفتم من حاج داوود رو باهاش دوست شدم و رابطه عاطفی بین ما به وجود اومد، رابطه عشقی نه عاطفی، به خاطر اینکه 15 کیلو سر جریان شخص من و یه سری کسای دیگه وزن کم کرد، شما اینو نمیبینی، و به قدری ناراحت شده بود، به قدری پشیمان شده بود، به قدری حتی گفته من آهنگر بی سواد رو آورده بودن اینجا. خب اون فکر میکنم مبارزه میکنه، من از زندان میام بیرون میرم میدان فوزیه شهباز قدیمی، شهر نمیدونم اسمشون چیه، شهباز اون آهنگر رو میرم پیداش میکنم، بعد اومده بود گفت تو منو پیدا کردی؟ گفتم آره. میدونی چرا؟ چقدر منو زدی؟ من تو تابوت ها بودم، فلان بودم، ولی اومدم بهت بگم هر چیزی رو میشه از یه نقطه شروع کرد. اگر بمونی توی اون حالت افسردگی و پشیمانی، تو فکر کن اصلا بدترین هیتلری 20 میلیون آدم کشتی، باز میتونی نقطه شروعی داشته باشی. من کاری به کسای دیگه ندارم، ولی من تو رو بخشیدم و تو رو دوست دارم. چرا اونو بخشیدم؟ چرا لاجوردی رو نبخشیدم؟ چرا کسای دیگر رو نبخشیدم؟ چون ارتباطی که بین من به وجود اومد که این حرفا رو اینجا نوشتم، کارایی که کرد حس کردمش، دیدم تحولاتشو، دیدم اون سوختنهاشو، دیدم اون پس منی که تونستم روی شکنجهگر اثر بذارم، پس میشه توان پیدا بکنیم، این کلید رو پیدا کنیم که من با این آقای فلان چقدر میخوام با اینو بکوبم اونو بکوبم اون. خب بیاد بکوبید دیگه، من یه بار گفتم میخواین اعدام کنید، به منم اعدام بکنید، به اعدام بکنید دیگه. با اعدام مسئله حل شده؟ با دست بریدن ها مسئله حل شده؟ ببرید، بیایید ببینید چرا دزدی میشه، چرا این اتفاقات میفته. اگر به خاطر اینکه خدا، اصلا خدا رو ول کنیم، بگیم اصلا خدا کسی باور نه، من یه روزی به خودم گفتم اصلا نمیخوام خدا رو بپرستم، بذار ببینم از توی من چی در میاد، جلاد در میاد بیاد، فاحشه در میاد بیاد، نمیدونم قاتل در میاد، نمیدونم دزد در میاد بیاد، بذار بیاد بیرون خودم رو بشناسم. پس همه اینا تو ماست، همه ماها، همه این چیزا تو ماست، فاحشه تو منه، قاتل تو منه، جانی تو منه، دزد تو منه، همه این خصوصی، همه این چیزا تو ماست، تو هر کدوم از ماست. پس من باید بتونم اینا رو منیج کنم. اگه تونستم، همیشه هم گفتم بزرگترین انقلاب رو من باید در درون خودم انجام بدم. هر وقت تونستم کامل، من هنوزم در سال 2009-8 من برگشتم ایران، فقط به خاطر اینکه یه توانایی رو توی خودم دیدم، گفتم روبروشم برم ببینم حرفایی که میتونم بزنم، میتونم چشم تو چشم با مسئولین مملکتی حرف بزنم بگم، میتونم با مادرم حرف بزنم. من از بابام انقدر میترسیدم اسم کوچیکش رو نمیتونستم بگم. بزرگترین آرزوی من این شده بود که به چشمای بابام نگاه کنم، الانم این آرزومه، به چشمای بابام نگاه کنم، حرفمو بزنم. وقتی من این ناتوانی رو دارم، چرا باید گندگوزی کنم؟ بشین سر جات دیگه زیبا، بشین در رابطه‌ای برو جلو،
که حرفی نزنی که فردا دو تا شلاق خوردی بگی آی با دو تا شعار من دیدم نمیتونم، ناتوانی هامو دیدم، ضعف هامو دیدم، بله عقب نشینی کردم، عقب نشینی کردم از حرفای گنده ای که میزدم. حالا شما میخواییم بگیر هر چیزی که در رابطه با من میگه، اول بگفتم هر چی که هست بذار به داوری دیگران، بذارم به داوری دیگران، بگم ببینید من اینم، میخواین از من متنفر شید بشید، میخواید حالتون بخوره به هم بخوره بخورید، من اینم دیگه. وقتی که من بوی گند میدم، بوی بد میدم، خب بوی چقدر میخوام اتکلم بزنم، این بوی بدمه، باید بذارم خودشو نشون بده، چرکامو بیارم بیرون. پس اول این کارو بکنم. من هنوز از خودم راضی نیستم. میخوام اینو بگم که برای همین از سال از این گذشتم دیگه از مبارزه. و این کتاب عادتی عادتی من یک شعارم شعرم بود. آخر مبارزه چرا؟ مبارزه است بکش اول از مبارزه. و چقدر من میخوام با پدرم مبارزه کنم، چقدر میخوام با مادرم. من از ارث گذشتم، گفتم به بابام، گفتم بابا 6 تا بچه داری؟ بذار یکی باشه که بهت بگه هیچی ازت نمیخوام، هیچی ازت نمیخوام، من پدر نمیخوام، من خودتو میخوام. یه روزی اگر خواستی سراغ من بیایی نگو که چون دخترمی، چون به دنیا آوردم، چون فلانی، چون وظیفه دارم. نه، این وظیفه رو من ازت میگیرم. یه روز گذاشتم رفتم، انتخاب کردم، انتخاب کردم. 2009 فهمیدی رفتید به ایران، گفتید برم ببینم میتونم رو در رو با مسئولین مملکت رفتید حرف زدید گذاشتم. بله ببین این داستان رو اگر موافق باشی، برای اینکه اولا شنونده بسیار خوبی هستی و مستمع صاحب سخن رو بر سر شوق آورد و تو من رو به شوق میاری به خاطر حتی میمی که صورتت، احساس میکنم که میخوای بشنوی، نمیخوای بکوبی، میخوای اول بشنوی بگی که حتی زیبایی که حتی جال، اصلا بگیم صدام اصلا نشسته اینجا داره حرف میزن، هیتلر نشسته داره حرف میزن، بذار ببینیم چی میگه. و سوال میکنیم باعث میشه که من حس خوبی پیدا بکنم و من حرفامو بزنم. در واقع من با خودم هم حرف میزنم، با تو هم حرف میزنم و خوشبختانه افرادی هم هستن که شنوا هست. اگر اجازه بدی مسئله مسافرت من به ایران، خیلی اتفاقات باعث میشه، خیلی مسائل هست، بذاریم یه جلسه دیگه. باشه بهترم هست. آره فقط اونجا من بگم چون مسئولین مختلف بودن، سفارت بود، کنسولات بود، من بعد از 10 سال یه دفعه میخواستم برم کنسولات، مثلا یه دفعه گفتن شما کی هستید؟ گفتم من کسی بودم که از شما مثلا متنفر بودم. گفت چرا تا حالا نیومدید اینجا؟ گفتم برای اینکه از شما متنفر بودم. بعد دیدم گفت خب پس چرا حالا اومدی؟ گفتم برای اینکه الان متنفر نیستم، به نقطه صفر رسیدم، میخوام برم روبرو بشم، نه دوستتون دارم نه متنفرم، میخوام بیام ببینم اتون. خیلی براشون جالب بود. از کنسولات شروع میکنم، بعد میرم به جایی که به فرودگاه، به هواپیما پیاده میشم، چجوری بود 3 ساعت من تو اونجا از طرف نهاد رهبری، نمیدونم 2 نفر بودن، با اونا چه صحبتهایی میشه، بعد اطلاعات، بعد یه صحبتهایی با من میکنم، بعد از 2 هفته اطلاعات به من زنگ میزنه، بعد و و من پاس نداشتم. مثلا اصلا خیلی جالب، یعنی واقعا شما، من اصلا تمام این چیزها رو میبینم و باور میکنم به این که وقتی انسان بخواد که خودش رو بشناسه و بره در مسیر آنچه خودش رو نشون بده در همون مسیری که هست، چقدر این هستی بهش فیدبک مثبت بهش برمیگرد. حالا اینا رو بعدا جلسه بعد موافق باشی. شنو من خیلی خوشحال شدم. چقدر تو خوبی. قربان. میدونی داشتم به چی فکر میکردم خانم ناوبان. ای کاش شما هیچ وقت وارد مسائل سیاسی نشده بودی از همون روز اول. جدی میگم. ای کاش حالا ببین خیره، منم خودم یک کاشی گفت. تو کدوم شهری؟ من نیویورک هستم. نیویورکی. بعدم باید کار دارم پس برم.
اجازه ما هم دست شما هست. ما خیلی خوشحال شدیم، وقتتونم به عالی بود، مرسی، تا بعد، بای بای.